بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روز افزون الله متعال قرین راهتان باد. به هر لحظه و هر ساعت زندگیتان زیباتر از لحظات و ساعت‌های گذشته آن در عبادت الله متعال سپری گردد و لذت حقیقی زندگی و سعادت در کنار عبادت الله متعال رو همه ما و شما بتونیم که درک بکنیم. الله رو بی‌نهایت سپاس از اینکه بار دیگر بر ما منت گذاشت تا در برنامه دیگر از برنامه‌های سفره دل همراه شما خوبان و سروران باشیم، در معیت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز که در آغاز از طرف خودم و بنمایندگی از شما سلام های گرم شما رو تقدیم میکنم خدمت جناب دکتر و حضورشون رو در استودیوی برنامه سفره دل خوش آمد میگم. خوش آمدی جناب دکتر. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام دارم هم خدمت شما و هم خدمت دستاندارکاران شبکه و هم خدمت شما عزیزانی که ما رو روی سفره دلتون نشوندید و قبول کردید و امید هست که انشاءالله با هم بتونیم امروز یه برنامه خوبی داشته باشیم و یک موارد بسیار بسیار مهمی که برای همه خانواده ها مهم هست و باید بدونند و در واقع الفبای اولیه تربیتی هست که همه بزرگترها به خصوص پدر مادرها باید از اونها آگاهی داشته باشند، خواهر برادرهای بزرگتر هم باید آگاهی داشته باشند. همه اینها رو بتونیم با هم مرور کنیم تا خیلی از کج خلقی هایی که خودمون واسه خودمون درست میکنیم تبدیل بشه به لبخنده های همچنین زیبا و طولانی و خنده ها و شادی ها. زندگیمون پر از شادی بشه. المال و البنون زینت الحیات دنیا. خداوند متعال فرزندان رو زینت زندگی دنیا قرار داده. ما باید از این زینت و از این نعمت الهی بیشترین بهره رو بگیریم و استفاده مفید کنیم تا بتونیم در کنار فرزندانم اون احساس خوشبختی و خوشحالی بکنیم. به این آرزو برآورده نخواهد شد مگر اینکه ازدواج صورت بگیره و بعد از ازدواج فرزندی به دنیا بیاد تا انسان درک بکنه اصلا موضوع اینکه زینت زندگی هستند. دقیقاً ازدواجی که از نعمت‌های الهی است، فرزندان هم از نعمت‌های الهی هستند، اما ازدواج تنها نعمت الهی نیست، فرزند هم تنها نعمت الهی نیست. این عزیزانی که احیاناً در ازدواجشون تأخیر صورت می‌گیره یا موفق نمی‌شند یا خداوند از نعمت فرزند اونا رو بهره مند نمی‌کنه، به این معنا نیست که زندگی به آخر رسیده و دروازه های سعادت و خوشبختی بسته شده. همه دروازه ها باز هست. ما باید از این زندگیمون لذت کامل رو ببریم که دنیا باید بهشت باشه برای مؤمن. چرا که این دنیا رو اگر تونستی واسه خود بهشت کنی، اون وقته که دیگه مستحق بهشت اخروی خواهی بود. ابن قیم رضی الله عنه می فرمودن که در دنیا بهشتی است که اگر انسان وارد اون نشه دیگه لیاقت بهشت آخرت رو نداره. انشاءالله که همین ما تجربه بکنیم این بهشت رو قبل از آخرت. عزیزانی که همراه ما بودن در برنامه های گذشته به خوبی به خاطر دارن که چند برنامه است درباره موضوع بسیار مهم تربیت کودکان و فرزندان به صورت عموم داریم صحبت میکنیم و در آخرین برنامه که خدمت شما خوبان و سروران بودیم نکته بسیار مهمی رو که جناب دکتر بارها روی او تاکید داشتن که لازم هست همه ما از او آگاه بشیم و مطلع باشیم، اشاره به ویژگی های سنی دوره های مختلف عمر فرزندان ما بود که بعد اینها رو ما مد نظر داشته باشیم و درک بکنیم و آشنا بشیم تا بدونیم که چگونه با فرزندان خودمون تعامل داشته باشیم و در راستای تربیت اونها موفق تر باشیم. و قول داده بودیم به شما عزیزان که در اولین برنامه درباره ویژگی های سنی دوران های مختلف زندگی فرزندانمون صحبت بکنیم و یا خواهران و برادران کوچکتر از خودمون در این برنامه انشاءالله بحث رو آغاز خواهیم کرد به همراه جناب دکتر در موضوع ویژگی های سنی دوران کودکی.
و اینکه این ویژگی ها چه ویژگی هایی هستن و چه کمکی به ما خواهند کرد. جناب دکتر، قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم، اهمیت دانستن این ویژگی ها چیست؟ مخصوصا حالا شاید برخی از عزیزانی که برنامه گذاشتیم ما رو ندیدن، براشون جای سوال باشه که چرا انقدر مهم هست که ما یک برنامه رو خاص یا چندین برنامه رو شاید اختصاص بدیم به این موضوع. استاد سلیمانی عزیز، شما تصور کنید که یه بچه هست، بچه کوچیکه، 2-4 سال، بیشتر عمر نداره، 5-6 سال. این بچه مادرش ازش یه چیزی میخواد، بچه میگه نه، این کارو بکن، نه، این چیزو بخور، نه. مادرش اگر ندونه که این بچه پشت صحنه‌اش حکایتی است، یه سیلی نوش جونش میکنه. تصور کنیم همین نه رو بچه به کی گفت؟ به معلمش تو مدرسه یا به مدیر مدرسه، جلوی مادر و جلوی بزرگترش. این سیلی ها میشن چند تا؟ یک حداقلش زوج میشن، دو سه چهار تایی میرن. خب حالا وزیر اومده از پای تخت و همین بچه هم همین نعه رو گنده تر داد تحویل وزیره، سیلی ها میشن چند تا؟ اونجا دیگه کار به سیلی حل نمیشه اصلا، کلا دیگه خیلی بیخ پیدا میکنم. باز من میخوام که بریم پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله. یه پسر بچه هست اونجا و به پیامبر خدا، سید فرزندان آدم و سید انبیا، ابر پیامبر تاریخ، میگه نه. به شخصیتی میگه نه که در بین انسان ها مثل خودش نداره و شارع هست، یعنی نه گفتن به اون اصلا بازخواست داره. بله. اما میگه نه و در مقابل نه سیلی میخوره نه هیچی، یه لبخند رضایت از لبان مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. نه صحت است. حکایت اینطور بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن آب می نوشیدن. بله. و در کنارشون دست راستشون نوجوانی بودن و بقیه صحابه، ابوبکر ها و عمر ها و علی ها و عثمان ها. و خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آب نوشیدن. بعد از پیامبر چه کسی آب بنوشه؟ سنت پیامبر میگه که سنت یعنی اعلاترین درجه ادب و اخلاق، میگه که اون کسی که دست راسته نوبتونه و این کس یه نوجوونه. ادب و آداب و رسوم جامعه میگه، تقالید که در جامعه به عنوان یک ادب و احترام مطرحه، اون میگه که بعد از پیامبر دیگه سالخورده ترین شخصی که در بین اونهاست از لحاظ سنی میبینن کی سنش بالاتر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر مراعات عرف جامعه، ادبی که و اخلاقی که در جامعه به عنوان احترام مطرح هست، بله، میخوان که به بزرگتر بدن، اما سنت اقتضا میکنه که به دست راستشون بدن. پس برای منتقل شدن از دست راست به بزرگتر نیاز هست که از صاحب حق اجازه گرفت. بله. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این جوون، نوجوون، غلام، در حدیث اومده غلام، نوجوون، سر بچه، یعنی 10-12 ساله، به پسر بچه، بله، به این پسر بچه میفرمایند که اجازه میدید که من بدم به بزرگترتون؟ میگن نه. رسول الله صلی الله علیه و سلم اجازه میگیره از این کودک، بچه 10-12 ساله، که آیا که ما بچه رو اصلا در عرفمون نمیبینیمش، یعنی انقدر حالا سوای این که خودش کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته در یک محفلی که همه هستن، خود این جای به حال تأمل داره، یعنی همچین جایگاه پیدا کرده، با این وجود اجازه هم گرفته میشه ازش که آیا این آب رو به غیر تو بدم، اجازه هست یا نه؟ بله. ما خیلی این چی رو میبینیم تو خونه هامون، طرف میاد تو خونه نشستیم، 10 تا بزرگن، 3-4 تا کوچیکن، طرف میاد به همه بزرگا سلام میکنه، کوچیکا انگار که اضافی هن، دکورن ندارن، مثل گلدون اینجا باشه. اصلا این بیانگر یک مشکلی هست که ما در مخمون داریم، خیلی باید فرهنگ سازی بشه.
در هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازشون اجازه میگیرن، جوونه میگه نه، من چطور بذارم که فضل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو من ایثار بکنم به فضل پیامبر به دیگران؟ نه، بعد از پیامبر فضلشون به من. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لبخندی میزنن و آبو میدن بهشون. اعتراضی نمیشه. اعتراضی نمیشه. چرا؟ چون که اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این مرحله تقاضای عمری رو میخوان برسونن که هر یکی از این مراحل عمری یک ویژگی های خاص خودش رو داره. بله. بیشترین نگرانی های پدر مادرها چی هست؟ میگه بچه‌م خیلی سرکشه، بچه‌م خیلی لجوجه، بچه‌م نمیدونم انتقام میگیره، بچه‌م حرف شنایی نداره، خیلی شره. خیلی اینها رو به عنوان یک مسائل بسیار مشکلاتی که تو جامعهشون هست، تو خونهشون هست که چطور، در حالی که اینها بهترین نمادهای خیر هستن در بچه‌هاشون. در این دوره سنی. در این دوره سنی اینها اگر نباشن واویلاست. اون پدر مادری که میان میگن مثلا بچه‌م خیلی دروغ میگه. چند سال عمره؟ 6 سال. بچه تا 7 سالگی نمیدونه دروغ یعنی چی. تشخیص نمیده درست و دروغ. اصلا نمیدونه دروغ معناش چی هست که شما بهش بگید که دروغ میگه. پس بچه 2 ساله و 3 ساله و 4 ساله تا 7 ساله دروغ براش، کلمه دروغ اصلا معنا نداره. شما بگید بچه دروغ میگه، این جمله اشتباه است. چون که چیزی به نام دروغ درک نمیکنه. در این مرحله وجود نداره. اینجا چی هست؟ اینجا این بچه یک هوش وجدانی خیلی قوی داره. یه نیازهایی داره، یک پیامهایی رو میخواد به توی پدر و مادر برسونه. خب این پیام ها رو نمیدونه چطور برسونه، الان میاد یه واکنشی نشون میده که از روح این واکنش میخواد. مثلا بچه، حالا ببین، بچه ای که دروغ گفت یا بچه ای که یک بچه دیگه رو زد، ما ببینیم که این مشکل تو این نیست، مشکل پشت صحنه است. ببین مثل تب، کسی که بیماره تب داره بنام. ما میریم پیش دکتر، دکتر نگاه میکنه گرمه ها، نمیگه که آقا برو 5 کیلو یخ بگیر و خوردیش کن، اینو بذار تو یخا تا این گرمیش تموم بشه. این چون اتفاق افتاده که نسخه بنویسن 4 کیلو یخ. چرا؟ چون که دکتر میگه این اثر یک بیماری است، خود این تب بیماری نیست، این آثار یک ویروسی هست تو یک میکروبی هست تو جسم، یک عفونتی جایی هست، آقا یک قرصی میده به خاطر رفع اون عفونت. اون که برطرف شد خود به خود تبه تموم میشه. حالا ما به جای اینکه بیایم ببینیم که این واکنشی که صورت گرفت این همون تبه، این بچه چی میخواد؟ بچه میخواد که مثلا من که زدمش و من این دروغو گفتم که بزرگ نشون تو چشاشون بزرگ باشم، احساس کنن که من پیروزم، من قهرمانم، من قویم. پس این بچه نیاز به چی داره؟ نیاز به این داره که تعریفش کنی. این اینجا یک کوتاهی در شما هست که بچه رو تعریف نکردید، بچه خودش رو نشناخته، بچه خودش رو باخته، یک ضعف شخصیتی داره، میخواد از این راه جبرانش کنه. یا بچه مثلا همچنین امیدوار نیست، نمیدونه که به کجا میرسه، هیچ کسی بهش توجه نمیکنه، به این صورت میخواد که توجه شما رو جذب کنه، میخواد که شما تشویقش کنید، میخواد که شما باش همراه باشین. یا بچه ای که مثلا میاد میگه نه، نه یعنی چی؟ خب هرچی شما میگید قبول نداره، یعنی من وجود دارم، من باید حرف برای خودم داشته باشم. اگر شما اومدید این نه رو در اینجا خفش کردید، اون وقت بچه هرگز نمیتونه خودش رو کنترل کنه، نمیشه، همیشه مهارش دست دیگران میشه. بچه ای که نمیتونه در این مرحله ای که باید شخصیتش ساخته میشد، شخصیتش رو شما گرفتید خرد کردید، بعدن که بزرگتر شد، بعدن که 15-16 سال شد، وقتی که یک جوان بزرگتر از خودش اومد گفت آقا بیا بریم سیگار بکشیم، دیگه انتظار نداشته باشه که اونجا بتونه بگه نه، اعتماد به نفسش از دست میره، اعتماد به نفسش از دست داده، این بچه است که سیگاری میشه، این بچه است که قاتل میشه، این بچه است که دنبال
انحرافات اخلاقی، انحرافات عقیدتی، انحرافات هر چیزی کشیده میشه، چون اینجا شما داغونش کردی. اون بچه ای که میاد مثلا انتقام میگیره هر چیزی که اتفاق افتاد، بچه اصلا یک پرونده بزرگی تو مخش داره بله. که اینجا نقطه ضعفای پدر مادر و اطرافیان و بزرگترها رو میگیره. چه چیزی باعث میشه که پدر مادر عصبانی بشن؟ چه چیزی باعث میشه که پدر مادر خیلی ناراحت بشن؟ اینها رو میذاره اونجا، وقتی که نیاز داره استفاده ازشون استفاده میکنه. خب اینجاست که پدر مادرها نباید همچین نقطه ضعفی رو به بچه بدن. وقتی که بچه یک اشتباهی بدی میکنه، یک چیزی میکنه، باید به این اشتباه نگاه نکنن، نگاه کنن که پشت این ماجرا چی هست، چی چیزی باعث شده که بچه همچنین واکنشی نشون بده، که بعدا نکنه که این واکنش بچه اونها رو به خشم بیاره، اونها باعث شدن که یک نقطه ضعفی از خودشون ظاهر کنن، که بعدا بچه یک فوشی داد، یه حرف بدی زد، به خاطر چی؟ به خاطر بیان یک مورد خاص که به من توجه نمیشه، حرف من بها داده نمیشه، به من احترام، برای من احترام قائل نمیشید، اما دید که مادر داغ کرد. خب پس این یه نقطه ضعف است. بار دیگه که بخواد مادرش رو از مادرش انتقام بگیره به خاطر یک رفتار نادرستی که از مادر صورت گرفته، به خاطر یک لغزش تربیتی که مادر نتونسته برآوردش کنه، خب مهمون که اومد همون حرفو یا همون واکنش و همون جستخیزو جلوی مهمون میکنه تا به مادرش برسونه که بله منم هستم. خب این مسائل رو وقتی ما میدونیم، وقتی ما میدونیم که در هر مرحله ای از عمر بچه چه واکنش هایی میتونه از خودش بروز بده و هدف این واکنش چه هست، یا این رفتار و این سلوکی که از بچه سر میزنه بیانگر رشد طبیعی این بچه است. بچه وقتی از مادر به دنیا اومد همه چیزش کامل بود، دستاش، پاهاش، شکل و قیافه‌اش، همش جسمش کامله، جسمش کامله، اما اون چیزی که باید رشد بکنه اون احساساتش هست، شخصیتش هست، مخش هست. خب این شخصیت و ارزش‌هایی که در بچه ساخته میشه، این وجدانی که باید ساخته بشه، این شخصیت اعتماد به نفسی که باید در بچه ساخته بشه، این بچه‌ای که باید به عنوان یک فرد مستقل در جامعه بروز کنه در آینده، این شخص، این بچه‌ای که بتونه دیگران رو دوست داشته باشه، محبت دیگران رو جذب کنه، بتونه با دیگران رابطه برقرار کنه، اینها همه مواردی هست که با مرور زمان در خانواده ساخته میشن تا این مرحله که مرحله بچگیست، مرحله کودکیست سپری بشه، بعد بچه بیاد به مرحله نوجوانی برسه که اون مرحله نوجوانی خودش یک دنیای دیگری است که بعد بیاد به منتقل مرحله جوانی بشه و به این صورت مسیر زندگیش رو طی کنه. دانستن اینها خیلی از ناراحتی ها، خیلی از نگرانی هایی که در خانواده ها به وجود میاد و خیلی از بدگمانی هایی که مادران و پدران نسبت به فرزندانشون براشون ایجاب میشه، اینها رو میتونه برطرف کنه. انشاءالله. جناب دکتر اگر اجازه بدید من برنامه کوتاه ببینیم برمیگردیم، ما چون موضوع احساس میکنم که نیاز به واکاوی داره، نیاز داره که ما موضوع رو با جزئیات بیشتری در رده های مختلف سنی از کودکی آن را دوران بعد از شیرخوارگی مثلا از 2 سالگی شروع بکنیم تا نمونه های عملی بیشتری داشته باشیم، ان شاء الله برمیگردیم. همراه شما بینندگان عزیز، حتما بینندگان عزیزم همراه ما خواهند بود و موضوع جالبی خواهد بود برای ما و شما که بدونیم چگونه بتونیم با فرزندمون در هر شرایط سنی که هست یا خواهر برادر کوچکتر رفتار بکنیم و همونجوری که جناب دکتر اشاره فرمودن بدانیم دقیق که این کنش یا واکنش از کجا سرچشمه گرفته و چه نیتی داره انجام میشه و چگونه باش برخورد بکنیم. همراه شما خواهیم بود با ادامه این موضوع بعد از یک میهم برنامه. ما رو همراهی کنیم.
بعد سلام مجدد خدمت تمامیش ما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم و بررسی موضوع ویژگی های سنی دوران کودکی. جناب دکتر، از دوران کودکی چه سالی مناسب تر هست و بیشتر باید دقت بکنیم برای آغاز و اون سال چه ویژگی هایی داره؟ قبل از دوران دو ساله که بچه شروع میکنه به ابراز وجود و حرف زدن یاد گرفته، راه رفتن رو یاد گرفته، یک مرحله ای رو طی کرده، خب قبل از این مرحله ما روابطی که بود غالبا روابط یک طرفه بود. این دوران شیرخوارگی منظور کنه؟ شیرخوارگیش بچه حرکتی از خودش نشون نمیداد، همین پدر و مادر بودن که فکر میکردن که بچه مثلا میخنده به خاطر باباش میخنده، در حالی که بچه به خاطر اینکه احساس راحتی میکرد میخنده. خب یک خیالاتی پدر مادر واسه خودشون دارن، یک قصه هایی برای خودشون دارن، بر حسب اون قصه ها زندگیشون رو میگذرونن، ذوق دارن، از ذوق برایشون درست میشه. حالا یک اشتباهاتی هم میکنن در اون مرحله بنا به داده های در منطقه رواج هست که اگر بچه این کار کردونه، حتی در کشورهای پیشرفته مثلا برای مادرها دوره میذارن شیوه گریه کردن بچه، که این گریه به معنای این است که بچه مثلا گرسنه شه، این گریه به معنای اینکه بچه مثلا یا سرد شه یا گرم شه، این گریه به معنای اینه که بچه مثلا اذیت و نیاز داره که عوض بشه و به این صورت. اما این حساسیت و نیاز هست؟ این حساسیت باید باشه و الا مادری یعنی چی؟ نه منظور که حتی شکل گریه و نحوه گریه و اینا رو خب باید هر مادر اینا رو بدونه، اگر ندونه با تجربه کسب میکنه دیگه. که تجربه وقتی میاد که سه تا بچه رو داغون کردی، خب مادر بچه اول مادر بچه باید از تجربات دیگران استفاده کنه و اگر تونست مثلا در دوره های آموزشی که گذاشته میشه بره شرکت کنه، چون که این مسائل مادر بچه کثیف کرده، اذیته، میخواد که عوض شه، خب گریه میکنه، مادر هی بغلش میکنه و تکونش میده، خب بیشتر اذیت میشه. بله. خب یا بچه مثلا هوا سرده، سردی هوا، خب گریه میکنه، اذیته، مادر میاد مثلا پوشکش رو عوض میکنه یا میخواد شیر بده، خب این که برطرف نمیشه اون مشکل بنده خدا. خب اما بعد از این مرحله وقتی که بچه دیگه میخواد که ابراز وجود کنه، بله، مرحله دو سالگی خیلی زیباست. دو سالگی زیباییش تو اینه که خود بچه میاد فکر میکنه ای من کی بودم، کجا دارم میرم، یک تغییر و تحولی هست از نوزادی به یک دنیای جدید، یکم جنب و جوشش بیشتر میشه، این دنیای جدید یه مدتی گنگ هست، همچین میپرسه مثلا کلماتی، خیلی از کلمات رو میپرسه، کلماتی که قبلا شنیده تو ذهنش هست، هنوز نمیدونه معناش چی هست، به این صورت وارد بعضی کلمات استفاده میکنه، خیلی کلمات رو در جای غیر مناسبش استفاده میکنه، خب شنیده از پدری به برادر بزرگتری این و اونی. خب بعد میاد این مرحله بیشترین ویژگیش این هست که میگه نه، خب غذا میخوری نه، آب میخوای نه، در حالی که میخواد، خب بیا سوار ماشین شو نه، بیا پیاده شو نه، بیریم بیرون نه، خب این نه در واقع به معنای نه ما نیست که نمیخوام یا نباید باشه، نه چه معنی داره؟ این به معنایش اینه که من وجود دارم، من حرفی برای گفتن دارم، تو این خونه باید حرف منم بره، خب من شخصیتی دارم واسه خودم، منم میتونم ابراز رأی کنم، خب منم باید منو ببینی، خب این حتی شکلاتی که میخواد اینو میخوای نه، اینو میخوای نه، همه رو میخوای نه، خب فقط میخواد که این مرحله مهم بودنش از چی هست؟ مهمش اینه که شما باید این شخصیت بچه که داره رشد میکنه و داره ساخته میشه، این بچه رو باید تشویقش کنین تا یک اعتماد به نفسی کسب کنه، یک شخصیتی کسب کنه. اگر نه، شما اومدید نه اون رو نه خودتون فهمیدید و زدید این نه رو شکستید. چطوری مثلا؟ هر کاری که گفت اینو بخور نه، دهنش رو بکن بذار تو دهنش، خب بیا پایین نه، بلندش کن میایی، خوبم میایی، خب مادرهایی که دعوا میکنن نه، الان مثلا شما میفهمید، خب مثلا بخور میگه نه نمیخورم، خب پس مادر بودن اینجا معناش چیه؟ پدر بزرگتر بودن یعنی چی؟
خب عزیز جان راحل جه. خب نمیخوایش؟ خب خوبه، چی شده به من؟ خب چی شده بسی؟ آفرین، اون چیزی که خیلی دوستش داری من میذارم تو دهنت، دهنتو وا کن، دهنتو وا کن، یک سورپرایز همونو میذاری تو دهنش میخوره. خب بالا تافت بیا از ماشین بیا پایین. نه خب بیا من سوارشم، بیا لا بیا رو کول من سوارشو بیارمت پایین. آفرین. یعنی اینی که شما بهش احساس میدید که بله حرف شما قابل احترام هست، شخصیت شما قابل احترام هست، اما نه وقتی که میای با زور خودت رو به اون تحمیل میکنی، اینجا این شخصیتی که میخواد تازه ساخته بشه شما گرفتید اینو خوردش کردید. بعد از این بچه چی میشه؟ بعد از این بچه دیگه میفهمه که دیگه نگفتن منی وجود داشتن منو نداره، همیشه یک شخصیتی میشه، همیشه شکاک هست، متردده، مضطربه. میبینید که مثلا افرادی، ما خودمون داشتیم، مثلا یکی از همکارهای ما بود، پیرمرد 60 سال بیشتر عمرش هست، بچهش تصادف کرده له و لبرده است، خب آوردنش بیمارستان، بعد اینجا کدوم پزشک ببریمش، کدوم بیمارستان ببریم، اینجا خوشم نمیاد. خب وقتی من رفتم اونجا دیدم که بچه داره خونش میره، این تو اینه که این بیمارستان بریم، تلفن کن به این دکتر، تلفن کن به این دکتر. خب گرفتم گذاشتمش توی اتاق، در اتاق رو بستم، گفتم دو تا از بچه ها که دلداریش بدید پدر رو، و بچه رو بردیم اتاق عمل. الان وقتی اون نیست که شما بیایید تصمیم بگیری، باید قدرت تصمیم گیری داشته باشی، در همون لحظه تصمیم بگیری. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مرشد دادن، اذا عزمت فتوکل. بله تصمیم گرفتی یالا دیگه اینجا بیا و نه این از این شاخ به اون شاخ پریدن، از این شاخ به اون شاخ پریدن، آخرش چی میشه؟ هیچ. ما دانشجو داریم که بیش از 8 سال تو دانشگاه است، هنوز نتونسته لیسانس بگیره. چرا؟ 2 سال تو این دانشکده خون، خوشش نیومد، رفت رشتهشو عوض کرد. دانشکده بعدی 2 سالی خون، نه اینم برام مفید نیست. و همینطور از این شاخه به اون شاخه، آخرش هم هیچ به هیچ. این چرا؟ چرا که این وقتی که میخواست شخصیتش ساخته بشه این خورد شده تو همین دوران کودکی، الان قدرت تصمیم گیری نداره، نمیتونه که چه کار بکنه. یک برای این مسئله کوچیکی متردد هست. باید این صفات شخصیتی که ساخته میشه، این ویژگی هایی که برای بچه وجود میاد، ما باید اینها رو کمک کنیم، اینها رو راهنمایی کنیم و بذاریم که رشدش سریعتر بشه. بله. نه اینی که مثلا بیاییم جلوی رشدشون رو بگیریم. این مهمترین ویژگی دوران 2 سالگی زنه ابتداش، نه گفتن رو من نباید به معنای نه خودم فرض بکنم، یعنی اون با نه میخواد بگه که من هستم و من باید از اون حمایت بکنم تا شکوفا بشه استعدادهایی که داره. بیاییم سال سوم. بله. 3 سالگی که شد، 3 سالگی رو اسمشو بذاریم چرا؟ 3 سالگی یعنی چرا؟ هر چیزی که شما بگید بچه میگه چرا؟ چرا این کارو بکنم؟ واسه چی؟ چرا؟ خب این دنبال سوال هست، سوال میپرسه چی میخواد بیشتر بدونه. و این سال 3 سالگی خیلی مهمه برای ساختن زبان بچه، برای این اصلا در این قاموس و لغتنامه بچه در همین 3 سالگی شروع میکنه به رشد و تشکل یافتن. و از اینجاست هرچه این قاموس سوالایی که بچه میکنه شما بهتر جواب بدید، باید جواب کامل بدید و جواب درست بدید. جواب اشتباه دادن و جواب ندادن و پشت و گوش انداختن، اینها همه ضربه میزنه به بچه، این سوال گنده تر میشه. یعنی هر سوالی که پرسید باید جواب بدید و درست جواب بدید، جواب درست بدید، جوابی بدید که نه جواب درست بدید معنا که خب یه سوالی هست که بچه مثلا به اون مرحله نرسیده اونو بفهمه. بله. اما بهش یه جوابی بدید که قانع کننده باشه، بچه بفهمه که شما باش همراه هستید. دروغ هم نباشه. شما دروغ نزدیک به معنا باشه. زیر سوال میره. اما جواب باید بدید که چی؟ این جوابهای شما و این به طرف عقلانیت بردن بچه باعث میشه که این فرهنگ لغتش بالا و بالاتر بره، و این خیلی مهم هست. حجم لغتی که برای بچه ساخته میشه،
اینقدر مهم هست که قدرت شخصیتی آینده بچه رو از الان شما دارین میسازین. من الان جا داره که اینجا یک مثال بزنم که بسیار کاذب اهمیت هست و اون اینی که وقتی که در سالای یک قرن دو قرن پیش در قرن اواخر قرن 19 وقتی که خلافت عثمانی سقوط کرد و استعمارگران اومدند و کشورهای منطقه رو اومدن تقسیم کردن بین خودشون، یه چیزی که براشون مهم بود عجیب. این بود که چرا شخصیت یک جوون مسلمون یک شخصیت بسیار قوی است و محکم و محکم و دور اندیش و قدرت تصمیم گیری بالا و به سادگی نمیشه گولش زد و منحرفش کرد، در حالی که شخصیت یک جوون اروپایی یک شخصیت بیمورد و یک شخصیت سست عنصر و لاابالیگر بود. اومدن دیدن که مسلمون ها بچه هاشون از ابتدای 3 سالگی تا 6 سالگی میذارن حفظ قرآن. 3 تا 6. 3 تا 6 وقتی بچه حفظ قرآن رو حفظ میکنه، یعنی در ذهن بچه بیش از 50-60 هزار کلمه هست. بله. بعد از اون میاد بچه میاد توی مکاتبی که هست توی قبل از مدرسه. بله. تا 7 سالگی بچه یه چیزهای دیگه رو هم حفظ میکنه. که اینها یعنی بچه وقتی میاد وارد مدرسه ابتدایی میشه 7 سالگی میخواد که مثلا تحصیلاتش رو آغاز کنه و با بیش از 60-70 هزار کلمه که تو ذهنش هست یه قاموس بزرگ داره زندگیشو آغاز میکنه، زندگی تعلیمی و زندگی تربیتیشو. این سبک سنتی بود که ما داشتیم و هنوزم تو بعضی از مناطق جریان داره. هر جایی که این سبک هست اونجا افراد بسیار قویان. با شخصیت و قوی هست. خب اونا چه کار کردن؟ گفتن که پس این رو باید شکست. از اینجا یاد گرفتن که حتی سیستم آموزشی خودشون رو عوض کردن به این معنا که مدرسه با خانه همگام شد، هم زبان شد. زبانی که تو خونه بود همون زبانی بود که تو مدرسه رشد میدادن. بچه الان در غرب، الان بچه وارد مدرسه میشه 7 سالگی میشه در حدود چیزی حدود 16 هزار کلمه همراهش هست. این 16 هزار کلمه همون زبان مادری خودش نیست؟ همون زبان مادری که هست و یاد گرفته در مراحل که بسنان. خب اومدیم تو کشورهای اسلامی چی کار کردن؟ تو کشورهای اسلامی اومدن بین مدرسه و خانواده فاصله انداختن. اولین کار زبان مدرسه غیر از زبان خانواده است. خانواده ها زبان ها ترویج دادند که در خانواده ها زبان عربی فصحا حرف زده نشه تو کشورهایی که اینا بودن. خب تو مناطق دیگه ای که مثلا مناطق کشورهای دیگه سعی کردند که بچه ها در ابتدایی زبان مادریشون رو نخونن یا زبان دیگه رو بخونن. مثلا در ایران الان زبان فارسی رو میخونن، زبان مادری منعه. خب این چه اتفاقی میفته؟ برای کسانی که زبان مادرشون فارسی نیست، طبیعتاً زبان دومه. بله. خب الان این بچه با یک وکبلری و یک بسیار لغتنامه بسیار سستی میاد، یک زبان دیگه رو میخواد یاد بگیره. خب خیلی ضربه میبینه. و در این حال بزرگترین مشکلی که داشتن این بود که باید این دارالتحفیظها و مراکز حفظ قرآنی رو تمومش کنن، ریشاشو بکنن، چون که این بیشترین حصیله لغتی رو به دانش آموز میده. حالا چه دانش آموز بفهمه یا نفهمه، دستاورد بزرگی بود. این دستاورد خیلی بزرگی هست. بله. خب حالا چی کار کردن؟ فرانسوی ها اومدن گفتن که حفظ قرآن بی حفظ قرآن، کل این مکاتبی که در آفریقا بود و در کشورهایی که لبنان و در کشورهایی که زیر استعمار فرانسه رفت همه رو از بیخ و بن کندن. انگلیسا اومدن گفتن که نه، انگلیسا مصر مثلا دست انگلیسی افتاد، دیدن که بابا این مصری‌ها رو اگر ما قرآن رو ازشون بگیریم که اینا میان انقلاب میکنن ما رو میزنن بیرون، چون که دین در اینجا ریشش تو عمق فرهنگی این جامعه است. بله. خب و با زور هم نمیشه اینا رو کند. چیکار کردن اینا؟ اومدن که بله، اومدن مدرسه های خاصی درست کردن برای آموزش زبان انگلیسی در پاکستان و در مصر و در هند و در اینجا، و تو این مدرسه ها انگلیسی رو رواج دادن که اون انگلیسی برده ها، چون این برده خودشون هم نیست، نه باید یه مرحله اینا پایین تر باشن. الان با وجود اینی که بیش از 200 ساله که ملت پاکستان و هند دارن انگلیسی میخونن،
یعنی جزء منهج درسیشون هست. منهج درسی چی؟ زبان رسمی کشوره. به زبان رسمی تدریس. همه تدریس به این زبان هست، زبان رسمی کشور هست. تا الان هندی ها انگلیسیشون غیر از انگلیسی انگلستان هست. مثلا یک زبان رسمی خاص خودی داریم، انگلیسی آمریکایی داریم، انگلیسی داریم و هندی داریم. انگلیسی هندی داریم که کتابی که به انگلیسی هندی نوشته میشه اصلا تو اروپا رواج پیدا نمیکنه. بله. پاکستانی ها انگلیسیشون باز چی؟ از اونم بدتر، که این رو اصلا انگلیس ها انگلیسی حساب نمیکنن. با اینکه خودشون این کارو کردن و خودشون این کارو کردن، زبانی برای برده ها. نه زبانی که زبان اصلی خودشون باید زبان دیگه‌ای باشه. بعدش قرآن رو در اینجا اومدن ترور کردن. چطور؟ اومدن و به جامعه تلقین کردن که بچه باید بازی کنه. چرا بچه رو میذارید قرآن حفظ کنه ظلم میکنید بهش؟ چرا بچه نتونه حرکت کنه بیاد هی بذاره تو کلاس که قرآن بخونه؟ این قرآن میخونه این روانی میشه. اومدن از بس تکرار کردن این دروغاشونو که جامعه ساده ابله اینو قبولش کرد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش اینه که الان بچه های ما تو کشورهای این منطقه وقتی میرن مدرسه تنها 3000 کلمه تو ذهنشونه. بچه های ما با 3000 کلمه میرن، بچه های غربی با 16000 کلمه، در حالی که ما از 70000 کلمه میرفتیم. اینه که شخصیت این فرد داغون شد. این فردی که میتونست یک فرد بسیار هوشمند، زرنگ، باهوش، پرتوان، الان حتی الان در بعضی جامعه های خیلی سنتی در اتیوپی مثلا، بله، اریتریه، در اینجا حبشه سابق در اینجا بچه های مسلمان، اینجا مسلمان هست و مسیحی در کنار هم زندگی میکنن، بچه های مسلمان میرن قرآن حفظ میکنن، مسیحی ها هم بچه هاشون رو در کی میفرستن با بچه های مسلمان مسجد برن قرآن حفظ کنن. با اینکه مسیحی هن. چرا؟ چون که این بچه ای که قرآن حفظ میکنه این رشدش خیلی بالا میره، هوش و ذکاوتش خیلی بالا میره، این حافظش تقویت میشه. حافظش تقویت میشه و قدرتش، این تنها حافظه نیست، بله، این به اصطلاح این قالب سازی لغتی که در ذهن تشکل پیدا میکنه، این باعث میشه که ماهیچارش قوی میشه دیگه، هر چیزی رو هوش و ذکاوتش و فهمش و استنتاج، قدرت استنتاجش و همه اینها، قدرت مدیریت، قدرت شخصیتی اینها بارور میشه و رشد میکنه. وقتی دیدن که بچهای مسلمان ها دارن رشد میکنن، همه مدیریت های جامعه رو در دست میگیرن، گفتن که ما عقب نمونیم، راهش چیه؟ راهش اینه که به اونا برسیم. بچه‌مون الان میبینی که در اتیوپی میبینی که مسیحی هست، قرآن رو حفظ کرده تا بتونه مثلا بچهش رو رشد بده. این مرحله بسیار بسیار مهم هست در مرحله 3 سالگی که لغتنامه بچه تشکل پیدا میکنه، که ما اینجا سعی کنیم تا میتونیم بچه‌مون رو به طرف حفظ قرآن. شما توصیه میکنید ما در سن 3 سالگی حفظ قرآن رو کسانی که توانایی دارن شروع بکنن؟ ما چیزی نداریم کسانی که توانایی ندارن. نه، منظور که امکانش، شاید خانواده بگه که من نمیدونم چی کار باید بکنم، خود پدر مادر حافظ نیستن و شاید روخانی هم مشکل داشته باشن، کلاسی نیست، استادی نیست، از این بابت اگر کسی همچین سوالاتی مطرح بکنه شبهی چیزی پاسخ میدید بهش؟ همین که هم در همون محیط هست، میخواد که مثلا بره به بچه‌هاش میگم که بچه‌م زرنگ باشه، چیکار کردی؟ آیپاد گرفتی بابا، داغونش کردی. خب تو وقتی که بچه رو میاری مثلا میذاری جلوی تلویزیون، آقا بچه رشد میکنه. بابا بچه در جلوی تلویزیون احمق میشه، کند میشه. خب تلویزیون یه دنیای دیگه است. بچه رو میبینید، بچه یعنی چی؟ تلویزیون افراد رو مغناطیس میکنه. خب چطور؟ های خود ما بزرگا، مگه نیست که مثلا میشینیم جلوی تلویزیون یه فیلم رو تماشا میکنیم، گریه میکنیم؟ در جبه دستمال کاغذی تمام میشه. برای چی گریه کردی؟ تو که میدونی آقا این فیلمه. اینا دارن بازی میکنن، این طرفی که کشته شد کشته نشد، واقعیت نیست. میدونی، اما تو رو اینطور مغناطیسیز کرد که گرفته تو و توی دنیای دیگه ای بود، در حالی که باز تأثیر باز این بچه رو تنبل میکنه، تأثیر لپتاپ و نمیدونم بازی های هوشی اینا، اینا باز خیلی خطرناک تره، چون که اونجا بچه میبینه که کسی رو کشت،
بله. یه بدآموزیه به اصطلاح وحشیگری و اینا رو میبینه، اینجا داره خودش میکشه، اینجا این کار رو انجام میده، این سرعت بسیار بزرگ در بازی ها و نمیدونم اینها، اینها دلیل هوش نیست، اینا دلیل تجربه است. از بس بچه این بازی رو تکرار کرده خب روش کرده که زود این معما رو حل میکنه. این به معنای این نیست که باهوشه بچه، باهوشه. ما خیلی چیزا رو وقتی که از بس تکرار کردیم دستش تون میشه، یاد میگیریم. اما الان مثلا یه روزی حرکتیه، یه روزی که از بچه ها از من پرسید که استاد دعای افتتاح نماز چیه؟ موندم دعای افتتاح نماز چیه؟ سبحانك اللهم وبحمدك تبارک اسمك وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك تبارک اسمك وتعالى جد كلا اله غيرك. یکی از دعاهایی که این یکی از دعاها بود که من هر روز میخوندم، معروف‌ترینش. بله، اما نتونستم بگم. چیکار کردم؟ گفتم که بله وقتی ما به نماز میایستیم میگیم الله اکبر، تا به این لحظه گفتم بله سبحانك اللهم وبحمدك. چرا اونجا اومد؟ چون حافظه حرکتیه، نیاز به حرکت داره. چون که من این رو تکرار کردم با این با اون حرکت ها. این دلیل هوش و ذکاوت نیست. از همون روز رفتم این استمرار و تکراره. یک دعای دیگه رو حفظ کردم، یعنی الان فهمیدم که من این دعا رو که میخوندم خودم نه به معناش توجه میکردم و نه هیچ، همینطوری میومد، ورد زبان شد. انگار که جزئی از سلوک هست، از رفتار هست. اومدم یه دعای دیگه یاد گرفتم که بیام هر روز فکر کنم بفهمم چی میگم. الان وقتی که شما میایید این رو بازی رو زود انجام میدید دیگه نمیگه که بچه‌م خیلی زرنگه، نه خیر، بچه دیگه رفتاری رو یاد گرفته، از بس تکرار کرده، از بس تکرار کرده آسون شده، از چی شده زود این معما رو حل میکنه. این دلیل هوش و ذکاوت نیست، بلکه این اومد بچه در این مرحله عمری نیاز داره که حواسش، چون که راههای آموزش هست حواس پنجگانه است. بله، ما باید این حواس پنجگانه‌شو رشد بدیم. حواس پنجگانه چی است؟ بیناییش، بویاییش، شنواییش، چشاییش، مزه و لامسه. لامس. در این بازی‌ها فقط دو چیز رشد می‌کنه. یکی رشد نمی‌کنه. یکی حس لامسه است. یکم چشم. یکی هم چشم ضعیف میشه. خب بقیه حواس کجا هستن؟ اینجا دیگه رشد بقیه حواس کند میشه و این یکی از ضررهای که بسیار رشد بچه رو مثلا ما داغون کردیم در واقع. شما فهمیدید که تصور غلطی هست که بچه نمیتونه حفظ بکنه. پس میشه. میشه و باید در تلاش بود. حالا چه کار کنیم؟ به انواع و اقسام، حالا مسجدی هست، کتابخونه‌ای هست، شیخی هست، فردی هست، به جای اینکه بریم پول خرج کنیم برای چیزهایی که بچه رو داغون میکنه، شخصیتش رو داغون کنه، اینا رو هزینه کنیم برای آموزش بچه، برای حفظ دادنش. بچه رو بذارید تا میتونید قرآن حفظ کنه، شعر حفظ کنه، چیزای خوب حفظ کنه، چیزایی که بعداً ملاکای ارزشی اون رو میسازه، شجاعت رو بهش یاد میده، کرم رو بهش یاد میده، سخاوت رو بهش یاد میده، نمیدونم اینها. الان اشکال نداره، الان هم نفهمه. آیا احساس نمیکنه جناب دکتر که احیانا شاید فشار بیاد برای بچه؟ خب این تصور شاید پیش بیاد که شما صحبت از شعر دارید، دامنه لغات دارید، سن 3 سالگی رو شما خیلی روش تاکید دارید که ابتدای بارور شدن یک قاموس لغت در ذهن بچه است که روی شخصیت آیندهش خیلی تاثیرگذاره. الان سن 3 سالگی بچه که تازه خیلی از کلمات هنوز بلد نیست، حتی تلفظ بکنه، اسمها رو نصف نیمه اولش و آخرش رو فقط میگه، حجم کار چقدر بد باشه؟ من پدر و من مادر روزانه مثلا چقدر بد انتظار داشته باشم پاسخ بده فرزندم؟ تا چه حد بعد بدونم که مثلا در کارم موفق بودم؟ چطور میتونم نتیجه بگیرم؟ نتیجهش خود بچه تعیین میکنه، ما تعیینش نمیکنیم. بچه اصلا بازیگوش هست، بچه نمیتونه که بشینه که شما به هر چی که میگید به خوردش میدید. بله. نه، اینجا که زورگویی نیست. اینجا همه اینها رو به شیوه بازی، به شیوه سرگرمی یاد میگیره. خب به خصوص اگر برادر خواهرای بزرگتر داشته باشند، برای همین توکی زیاد هی سفارش میکنیم که در خانواده‌هاتون سعی کنید خانواده شلوغ باشه. این حرفای چرندی اینو اونو میگن که نمیدونم زندگی کمتر، زندگی فرزند کمتر، زندگی بهتر. برای تک فرزندی یک معضله اجتماعی است، دو تا فرزند مشکل تربیتشون، سه تا فرزند شروع میشه آسون شدن برای قضیه تربیت فرزندان و شکل گیری شخصیت های فرزندان. هر خانواده‌ای که شلوغ هستن بچه‌هاشون با شخصیت‌ترن، قوی‌ترن، باهوش‌ترن،
اینی که نمیدونم یه بچه داره او تونسته خوب بهش برسه او نمیدونم اومده آقا نمیدونم سلاح نووی بمب اتم نمیدونم اختراع کرده. بابا این یک شیوه چی هست؟ بمب اتم اختراع کرده درست قبوله، اما در خانوادهش دوباره ازدواج میکنه طلاق میده، نه برای خواهر برای خودش گذاشته، نه دوست و نه عزیز و نه هیچ، با همه مشکل داره. یعنی پس زکا و هوش تنها دو تا چهار تا حفظ کردن نیست، همه ی انواع این ارزش های زندگی رو در همشون طرف مردود، در یک هوش نمیدونم ریاضیش خوبه. خب میخوام که چیکارش کنیم؟ اینو برای جامعه چه فایده داره؟ واسه خودش چی فایده داره؟ کل موفقیت منحصر میشه در همین مورد. بله خب ما میخوایم که یک شخصیت کامل رو تربیت کنیم، یک شخصیتی که در همه زمینه‌های زندگیش موفق باشه. مهمترین چیز اینه که ارزش‌های انسانی رو ملاک زندگیش باشه، که این ارزش‌ها رو نمیدونه، این نمیدونه اصلا وفا یعنی چی، نمیدونه انسانیت یعنی چی. بمب اتم درست کرده، خوشیش به اینه که این چقدر ویرانی کرد، چقدر انسان رو کشت. بریم سال بعدی جامعتان، دو سالگی، سه سالگی. در دو سالگی نه نگیم، شخصیت رو تربیت بکنیم، سه سالگی سعی کنیم روی لغتش و سوالاشو پاسخ بدیم و هرچی میتونیم ساده و صادقانه باش صحبت بکنیم و تربیت کنیم. چهار سالگی مرحله احساسات و عواطف هست، خیلی مهم هست. این چهار ساله؟ چهار ساله دیگه شروع میکنه این قضیه دوست داشتن و احترام، این خیلی براش حائز اهمیت است. همین که مادرش یکم اخماشو تو هم کرد، دیدی که گریه میکنه، خیلی چیزای کم، حرفایی که زیاد زننده باشه مثلا یا کم زننده باشه باش واکنش نشون میده، حرکتهای زشت رو باش واکنش نشون میده، حرکتهایی که مثلا احساس کنه که اون به گونه‌ای تحقیر میشه یا بیانگر این هست که اون رو دوست ندارن. بله خب سعی میکنه که همه رو دوست داشته باشه، سعی میکنه که با اطرافیان برادر خواهرشون ما میگیم که خودشو داره لوس میکنه، در حالی که نه، این داره اقتضای سنشه داره این قضای عاطفی رشد میکنه، این داره یاد میگیره که چطور محبت کنه، چطور ابراز محبت کنه، چطور دیگران رو دوست داشته باشه، چطور دوستی دیگران رو جلب کنه. اینجا باید پدر مادر این احساس رو توش تقویت کنن، با ابراز کلمات. در کل محبت برای بچه خیلی مهم هست، ابراز محبت برای بچه خیلی مهم هست در کل دوران کودکی. یعنی یک مثال بسیار زیبایی میزنن که در یکی از زایشگاه ها یک خانم می اومد وضع حمل کرد. خب وضع حمل نامشروعی بود، بچه را گذاشت برای بیمارستان و گذاشت رفت. یک خانم دیگه ای هم وضع حمل کرده بود که خانواده ای بود. بله. خب الان این دوتا کودک در یک شرایط زندگی میکنن، از یک شیر میخورن، شیری که تو بیمارستان بهشون میدن، در یک همه شرایطشون یکسان هست، با هم متولد شدن. بعد از یک هفته دیدن که این بچه ای که پدر و مادر داره، این داره خوب رشد میکنه. چرا؟ پدر و مادر برای هر روزی دو سه ساعت این رو میبرن، پدر مادر بغلش میکنن، نمیدونم پدر بزرگ مادر بزرگ میبوسنش، بعد میارن میذارن تو همین مثلا محلش که هست، همون شیشه ای که هست. بله. اما بچه دیگه بعد از یک هفته مرد. این بیانگر این اثری هست که محبت و ابراز محبت و دوست داشتن و این جو رو برای بچه ایجاد کردن، به خصوص در این مرحله عمری، چقدر اهمیت داره برای ساختن شخصیت خود بچه. محبت احیانا، جناب دکتر آراد، در چهار سالگی شما فرمودید، فرزند دیگه‌ای که میاد، آیا واکنش‌های منفی که ما از فرزند اول می‌بینیم این هم در همین موضوع داخل میشه؟ ببینید این هر فرزندی که میاد خواه ناخواه یک نوع تأثیری میذاره روی فرزند اول. از چه بابت؟ از اینی که یک کسی اومده که پدر مادری که 100% اهتمامشون روی این فرزند بود، الان این اهتمام کمتر شد. خب اینجا چطور باید جبران کردیم؟ این دیگه هنر پدر مادر است که این رو باید قبل از به اصطلاح اومدن فرزند این مقدمه چینی می کردن.
یعنی آماده کنن فرزند رو برای آماده کنن که برات یک برادری یا خواهری میاریم که باید بازی کنه، تو رو دوست داشته باشه، دوستش داشته باشی، ببین فلانی خواهر و برادران چقدر با هم خوبن. خب همه این مقدمات که بدونه که این فرزندی که میاد مال اونه، از بازی اونه، برای اون شما آوردید. وقتی که هم اومد، خب باید این مادر پدر اینقدر هوش و ذکاوت داشته باشند که بتونن این رو به بچه بفهمونن که محور خانه تو هستی، نه این، این جدید اومده واسه تو. وقتی هم مادر مثلا میخواد شیرش بده، میخواد، خب به این مادر خواهناخواه خیلی از وقتش با این بچه جدید بچه هست، جدید میشه بله، و این برای این بچه گرون هست. مگر اینه که این بچه رو در خیلی از موارد شریک کنه، جانبه. در شستنش، در پوشوندن لباسش، کدوم لباس بپوشونیم، این حسب ذوق و سلیقه این دختر خانم یا پسر، آقا پسری که قبلا هست. بعدش هم چی؟ بعدش هم سعی کنه که مثلا وقتی که قبل از اینی که این بچه بیاد، برای این یک گروهی از دوستان رو بسازه که احیانا این با دوستاش مشغول بشه، یا احیانا که وقتی که به اون میرسه این با پدرش مشغول بشه، رابطهش رو با پدرش قوی تر کنه، یا مثلا حتی وقتی که دوست متولد شد و افرادی براشون هدیه میارن، سعی کنه که به خانواده دوستا اینا برسونه که اگر شما میایید قرار هدیه بیارید، هدیه برای نوزاد نیارید، برای بزرگتر بیارید. خب همه اینها رو باید این پدر و مادر با ذکاوت و با هوش این کارا رو انجام بدن. بعد از اون این به اصطلاح ضربه ای که این بچه میبینه خیلی کمتر و کمتر خواهد شد. خب این چیز طبیعی است. اینهو مثل کسی هست که آقای سلیمانی میره زن دوم میگیره، زن دوم هر چه باشه با هر شرایطی که باشه یک تأثیری بر زن اول داره. الان دیگه این میمونه با به اصطلاح ذکاوت و هوش آقای سلیمانی که چطور بتونه این دوتا رو واسه همدیگه کنه، این دوتا رو رقیب همدیگه نکنه، شریک همدیگه کنه. امیدوارم یک تیکر خانم من ندیده باشه. سن پنجمین سال زندگی، پنجمین سال زندگی، تو شما نترسید، این دوران دوران مهربانی است، دورانی هست که بچه سعی میکنه که دیگه اولا خیلی مهربون میشه و سعی میکنه با همه دوست بشه، سعی میکنه که دیگه مثل گذشته مثلا جست و خیزاش کمتر میشه، یکم آروم میشه. 5 ساله بچه آروم تر میشه. از 4 سال پدر مادر در میاد دیگه، تو 5 سال در مقابل کمتر میشه. بعد اون تو مثلا 4 سالگی عاطفی بود بیشتر، الان به صورت به طرف عقلانیتی حرکت میکنه، به این صورت که مثلا قبلا براش مهم نبود چیزی که دوست داشت میخواست. بله الان اگر شما بیایید بهش برسونید که اینو که میخوای چیز خوبیه، اما این برات مفیدتره ها. خب این کفشو میخوای چون خیلی قشنگه، خب اما این کفش قویتره ها، زیرش هم نرمه. خب اینو وقتی میپوشی مثل ورزشکارا میشی، اینو وقتی میپوشی خوشگله، اما زیاد دیگه شروع میکنه به طرف کدوم انتخاب میکنه؟ اونی که مفیدتره براش. خب یکم عقلانیتر میشه. در این حال خب قدرت تقلیدش خیلی بالاست، میخواد که مثل مادرش باشه، مثل پدرش باشه، از دیگران چیزی که خوشش بیاد فوراً تقلید میکنه و دیگه شروع میکنه یک عادتها و رفتارهایی رو قبول میکنه. مثلا میبینید که یک قصه هست، این قصه رو هی تکرار میکنه، میشنوه، از این قصه خوشش اومده، از این رنگ لباس خوشش اومده، میخواد همه لباساش این رنگی باشه، از این غذا خوشش اومده، همیشه از مادرش میخواد که این غذا رو برام درست کن. چی میخواد بچه ها؟ فوراً میگه فلان غذا. خب یک چیز، یعنی اینی که بعضی از مفاهیم شروع میکنه، بعضی از ارزش ها تو ذهنش ثابت میشه، یعنی اون جهش رو کمتر میکنه، بعضی چیزها رو داره قبول میکنه، بعضی عادات و رسوم رو قبول میکنه. بعد از اینه که دیگه شما میتونید به صورت عقلانی بهش برسونی که وقتی مثلا مهمون اومد، خب وقتی میایی مثلا سلام میکنی، دست بزرگتر رو میبوسی، کنارش میشینی، همچین من فکر میکنم که خیلی بزرگ شدی، یه جوری با تشویق شما دیگه خیلی از اون دردسرایی که مادر پدرها فکر میکردن که دردسره، تو این 5 سالی میاد نرم میشه انشالله. اجازه میفرمایید برای ببینیم بازگردیم به 6 سالگی؟ باز بفرمایید به همراه شما بینندگان عزیز میریم
میان برنامه میبینیم باز میگنیم ایشان امروز شما عزیزان خواهیم بود با سالهای بعد و نکات مهمی که از هر سال باید مد نظر ما باشد در تربیت کودکانمون و عزیزانمون همراه ما باشید. بعد سال مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران همچنان با شما هستیم و بررسی موضوع بسیار مهم ویژگی های سنی و یا همون عمری دوران کودکی که جناب دکتر اشاره کردن به برخی از موارد مهمی که در سالهای مختلف مخصوصا دوم، سوم، چهارم و پنجم عمر کودکان عزیزمون باید مد نظرمون باشه تا بتونیم در راه تربیت اونها موفق تر باشیم و راحت تر تحملشون بکنیم و بهتر تربیتشون بکنیم تا نتیجه فراگیرتر و زیباتری هم از تربیت خودمون داشته باشیم. جناب دکتر عزیز نونهار ما 6 سالشه، چه نکات مهمی رو باید مد نظرمون باشه تو این سال؟ در 6 سالگی دو مورد باید مد نظر والدین باشن. یکی اینی که الان در 6 سالگی یک حس جدیدی در بچه به وجود میاد، اون حس وجدان هست. اینی که احساس میکنه که کاری کرده بد بود. خوب و بد رو تشخیص داره کم کم داره تشخیص میده و میاد و چون که این وجدانشون رو تحریک میکنه میاد اعتراف میکنه که من این کارو بد کردم، من این کارو کردم. الان پدر مادرایی که نمیدونن فکر میکنن که دیگه سیلی هم میخوره و یک چهار تا بد و بیرا هم میخوره. اونایی که میدونن نه، میدونن که این بچه داره رشد میکنه، وجدانش داره الان ساخته میشه. خب چیکارش میکنن؟ تشویقش میکنن به چی؟ به اینی که خیلی خوب شد که گفتی، میریم درستش میکنیم عزیزم، هیچ جای نگرانی نیست، خب باش همراه میشیم. این تشویق به شکلی باید باشه که طبیعتا اشتباه رو تایید نمی کنیم، به شکلی باشه که اگر دوباره اشتباه کرد نترسه که بیاد اعتراف بکنه، اعتراف کنه. الان ما تشویق از اعترافش داریم نه تشویق اشتباهش. اشتباهشو با خودش همراه میشیم. چطور؟ و تصحیحش میکنیم. چیزی رو که شکسته بخوام میریم جمعش میکنیم. کار بدی که کرده در حق کسی اشتباهی کرده، دفترشو پاره کرده، میریم با هم چسبش میزنیم. ببینید ما یه چیزی داریم در رشد بچه. ببینید یک بالون بزرگ، یک مثلا بادبادک بزرگ، این اسمش هست توجیه کردن، نصیحت کردن، و یک کوچولوی زیرش این مشارکت بچه است. این از یک سالگی این رو ما داریم تا مثلا 12 سالگی. چی کار میشه؟ اینا با هم حرکت میکنن تا میرن جلوتر، این کوچیکتر میشه، این بزرگتر میشه، تا آخرش میاد به مرحله میرسه که ما اصلا توجیه نمی کنیم، اصلا حتی اگر نصیحت کنیم کسی حرف ما رو نمیگیره. تا بچه بزرگتر میشه بچه رو باید شریکش کنیم تو کارامون، تو تصمیم گیریاش، برای خودش، برای خودمون، لباسی که میخریم از خودش بپرسیم که چی میخواد بخره. همینطور تا رشد میکنه. ببینید حتی خداوند متعال، خداوند وقتی ما انسانها رو آفرید، خب برای ما نگفت که آقا باید همتون مسلمون بشید، به ما اختیار داد. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، اگر خداوند میخواست همه رو مجبور میکرد در این راه برن. بله. اما مثلا اینی که فرشته ها رو مجبور کرده که همه خوب باشن، بعد ندارن. حالا که مجبورن که خوب باشن، روز قیامت هم دیگه این ادعا که بیان حساب کتابی ندارن، این ادعا که بیان به ما هم بهشت بده ندارن. خب اما ما اختیار داریم خیر رو انتخاب کنیم، شر رو انتخاب کنیم.
بچه‌هامون این قدرت اختیار رو بهشون بدیم. المهم الان در به اصطلاح 6 سالگی هستیم. 6 سالگی این وجدان بچه داره شروع به فعال شدن، اینو ما رشدش بدیم. یه مورد دیگه که برای در 6 سالگی مهم هست اینه که الان شروع میکنه بچه خودش قدرت تصمیم گیری پیدا میکنه، احساس میکنه که باید با دیگران همراه باشه، دیگران رو هم میبینه، میتونه اونا رو همراه خودشون کنه، نه حتی احساس مسئولیت میکنه در مقابل اونها. بچه کوچیک بزرگ کوچیکایی که هستن انگار که برایشون پدر مادره، مواظبشون هست، نمیدونم چی میخوان، مامان اینم میخواد، خب میاد یه چیزی میگیره از مادرش که شکلاتی میگیره، خب یکی واسه مصطفی هم بده، یکی واسه فاطمه هم میخوام. خب الان احساس میکنه که باید زیر دستر از اون هستند که اونا رو هم بهش برسه. این احساس رو باید ما تقویت بکنیم. بله. این احساس باعث میشه که چی؟ که این بچه در آینده قدرت مدیریت بالایی کسب کنه، احساس مسئولیتش در مقابل دیگران رشد کنه. بله. و این منطقه اگر ما اومدیم نه بخیلی کردیم یا توسری زدیم به بچه یا نمیدونم تنبیهش کردیم، در واقع ما شروع میکنیم این وجدانی که در حال رشد هست این رو خفه میکنیم. خب این پیامدهای خیلی بدی خواهد داشت، بعدها بچه مرتکب جنایت هم میشه و هیچ احساس عذاب هم نمیکنه، هیچ احساسی نخواهد داشت. جناب دکتر، سن 6 سالگی غالبا در محیطی که ما زندگی میکنیم الان آنچه که بیشتر متداول هست سن نیست که تازه آغاز گویی که راه تعلیم و آموزشه، یعنی حالا پیش دبستانی بعضی جاها اسمش رو میگذارن یا معهد یا آمادگی، سنهای 5 و 6، یعنی یک سال، چون 7 سالگی غالبا درس رو شروع میکنن بچه ها در مقطع ابتدایی، و سن 6 سالگی نیست که بیشتر سعی میشه، خانواده ها سعی میکنن که بفرستن فرزند رو در محیط هایی که به اسم حالا اسم های مختلف هست، بعضی جا هم که اجباری حتی از طرف دولت اجباری شده، در این محیط ها به نظر میاد که تازه داره شروع میشه دوران تعلیم خواندن و نوشتن علی خصوص. اگر کسی بخواد قبل از این سن کار میکنه برای خواندن و نوشتن، آیا حتما باید سعی بکنیم 6 سالگی به 7 سالگی بچه‌م خوندن نوشتن یاد بگیره؟ میشه قبلا هم شروع کرد. بحث حفظ حالا میگیم که میشه بدون خواندن و نوشتن حفظ کرد. اما خود خواندن و نوشتن حتما باید، چون این مسئله ایه که من برای من جای سوال خیلی وقتا. بچه‌ها خیلی جای 6 سالگی 7 سالگی میگن باید حتما 6 سال 7 ساله بشه بره ابتدایی رو شروع بکنه. نه، اینه که بچه اصلا عشق به خوندن و نوشتن، اولا محیط خانواده خیلی مهم هست. خب بله. محیط خانواده‌ای که مثلا تو اون بچه‌های بزرگتری هستن که اهل مطالعه و کتاب و مدرسه و اینا میرن، بچه دیگه شروع میکنه از 3 سالگی کیف و قلم به دست میگیره و نقاشی و نمیدونم خوندن و کتاب جلوی خودش میگیره و با صدای بلند یه چیزایی میگه، فکر میکنه داره میخونه. خب این جوی که در جو خانواده هست این خیلی کمک میکنه. حالا بعد از این در سن 6 سالگی این فوران شوق و انگیزه است برای آموختن، در 5 سالگی این وجود داره، در 4 سالگی ابتدا مقدماتش هست و اینجاست که دیگه برمیگرده به خود فضای خانواده، که اگر خانواده تونستن خودشون بچه رو بسازن، خیلی بچه از محیط خانواده و محیط خواهر برادراش خیلی چیزایی یاد میگیره که فردا که رفت تو مدرسه شاید اون رو یاد نگیره. چرا؟ چون که اینجا فرصت برای اینی که خودش کار بکنه بیشتر از محیط مدرسه است. تو محیط مدرسه یه معلم هست با 30-40 نفر یا 20 نفر یا 15 نفر شاگرد. خب الان این بچه فرصت اینی که روش نظارت کامل داشته باشه، روش تشویق خاص بشه، اهتمام خاص داده بشه، اینو کمتر داره، در حالی که تو خونه هم پدری داره هم مادری داره هم 3-4 تا خواهر برادر دارن، همه اینو کمکش میکنن و یه شاگرد دارن. خب اینجا فرصت رشدش بیشتره. تو مدرسه یه چیزای دیگه رشد میکنه مثلا. و اون محیط شلوغی هست، بچه قدرت بیشتری پیدا میکنه برای دوستیابی،
برای رابطه برقرار کردن با دیگران چطور، و بعدن که بزرگتر میشه خواهیم دید که مثلا یکی از ویژگیهاش اینجاست که دیگه الان سعی میکنه که دوستاشو از جدا کنه، کدوم بهتره رو انتخاب کنه، با کدوم بیشتر صمیمی‌تر باشه رو انتخاب میکنه. قبل از اون نه، میتونست خیلی رو جمع کنه. همین جمع کردن، گروه تشکیل دادن، گروهی از دوستان رئیسشون باشه یا یکی از اونها باشه، اینها همش فضای مدرسه تقویت میشه. فضای مدرسه این قدرت هایی هست که ساخته میشه برای بچه. بله. در سن 7 سالگی جناب دکتر، 7 سالگی یک ویژگی خاصی داره. ببینید 7 سالگی وقتی ما بچه رو امر میکنیم، دستورش میدیم برای نماز، که دستورش میدیم 7 سالگی. 7 سالگی برای چی؟ رشد در 7 سالگی بچه شروع میکنه به گوشیگیر شدن و فکر کردن. نماز یکی از بهترین، یا بهترین، نه یکی از بهترین، بلکه بهترین فضا برای این، فضا برای این است که بچه رو میاره این قدرت تنها بودن و در تنهایی خود رو درک کردن، در تنهایی فکر کردن، این رو نماز میاد تشویقش میکنه، بهش فضا میده. و این که یکی از نیازهای بچه است که بتونه قضیه اینی که فکر کنه، فکر کردن خیلی مهم هست. به چی فکر میکنه؟ به هر چیزی که دلش بخواد. اما امینه که یک فضایی داشته باشه که خودش بیاد فکر کنه. و وقتی که شما میارید نماز، بعد میارید تو نماز یک چیزو یادش میدی که بخونه، یک دعاهایی، یک قرآنی، اینا همش این قدرت تمرکز و تمرکزش رو رشد میده. در 6 سالگی اون قدرت وجدانی که شروع شده بود، این رشد میکنه، میاد میرسه تا حدود 30% مثلا. بله. خب که اینجا بیشتر به اصطلاح خودش رو محاسبه میکنه، این کارو کردم خوبه، این کار، این حرفو بزنم خوبه یا نیست، اه چرا این حرفو زدم. خب میاد خودش رو بازخواست قرار میده. و در این اتفاقات جدیدی در زندگی شروع به وجود میاد که خودش رو در جمع میبینه دیگه. الان مثلا میاد حرف میزنه، حرفاش اون وقت همیشه قبلا خودش مطرح بود، الان نه، دیگران رو هم میبینه، فلانی اینو گفت، فلانی این کارو کرد، خیلی کار بدی کرد، فلانی این کارو کرد، جایزه بهش دادن، خیلی کار خوبی بود. شروع میکنه تشخیص میده که چه چیزایی خوبه من باید انجام بدم، چه چیزایی بده نباید انجام بدم و ای کاش انجام نمیدادم. یعنی عقلش شروع میکنه به تفکیک بین احساسات و عقلانیت. خب و همین که فکر میکنه که چه باید بگم، مثلا اینجا که رفتم چجور وارد بشم، چجور این حرفو بزنم، با دوستام چطور حرف بزنم، با پدر مادرم چطور این موضوع رو باز کنم. خب اینا همش یه قدرت هایی هست که این جانب عقلانی بچه رو بیشتر تمرین میده و باعث میشه که بچه بیشتر در این زمینه عقلیش بیشتر رشد کنه. شما اشاره فرمودید جناب دکتر به گوشه گیری در این سن و اینکه گوشه گیر میشه بچه مخصوصا در سن 7 سالگی. آیا اگر ما در سن 7 سالگی مثلا مشاهده کردیم که بعضی پوزش کودک گوشه گیر احیانا مشاهده میشه، دختر یا پسری زیاد گوشه گیر است، این نشان از اینه که اقتضای سن است، پس نیاز به حساسیت نشون دادن نیست یعنی. یا حالا چیکار باید بکنن خانواده، چطور میتونن کمکش بکنن تو این فضا، یعنی نگذارن که زیاد گوشه گیر بشه یا بگذارن کلا هر جوری که میخواد گوشه گیر بشه، یا میتونن مشارکت کنن باش احیانا مثلا در برخی از احساسات و عواطف؟ یکی هست که در این مرحله آروم هست، بچه شلوغ نیست، بچه بله. آرومی هست، میخواد که با خودش باشه، با خودش میشینه، با قلم و کتاب و ایناش ور میره. خب اینا گوشه گیری نیست، مگر اینی که گوشه گیری هست که به اصطلاح نتیجه یک نوع انتقام هست، نه که نوع طرد شده از محیط خانواده، تو سری بهش زدن، میخواد که خودش رو از جر و بحثی که به وجود میاد، از بازخواستهای علکی که به وجود میاد، به خصوص که وجدانش فعال بود، بله. الان شما اومدید هی تو سری میزنید، هی بازخواستش میکنید، این گوشه گیری یک نوع اعتراض هست که این اعتراض رو باید برطرفش کرد با محبت، با دوستی، با بغلش گرفتن، با بوسیدنش، با وارد جمعش کردن. اما نه، این گوشه گیری واسه همینه که تو 7 سالگی باید ما چطور کمکش کنیم. بیشتر کمکی که ما میتونیم بکنیم با اینی که همراه خودمون ببریم مسجد.
تو خونه که نماز میخونیم با مادرش و پدرش جماعت نماز بخونه، احیانا تشویقش کنیم که اصلا امامت بده به کوچکتر از خودش که این همین شخصیتش هم پرخنده تر بشه. ما بعد از 7 سالگی میپریم روی یک مرحله 8 سالگی، سخت‌ترین مرحله این دوران هست برای پدر مادر. کلاس دوم ابتدایی. دوم ابتدایی که شد، برو کلاس‌های دوم ابتدایی رو ببین که اول ابتدایی فرق دوتا کلاس زمین تا آسمان. اینجا همه چیز شکسته است، همه چیز خراب و کثیف و رو هم زدن و داد و در حالی که اول ابتدایی اینطور نیست. هشتم، سال هشتم سن. سال هشتم بچه ماجراجو میشه، حرکتش زیاد هست، فضولیهاش خیلی بیشتر میشه. اینها چیزهای طبیعی هست. در این حال هم رشد وجدانیش به 50% هم میرسه، اما میدونه که اشتباه کرده، خودش رو بازخواست هم میکنه، ناراحت هم هست، باز تکرار هم میکنه. خب اشتباهش رو تکرار میکنه، یک کاری رو فهمید اشتباه باز هم انجامش میده. همه اینها یک حالت شلوغی رو به وجود میاره. پدر مادرهایی که تو 7 سالگی این پسر چقدر خوب بودا، آروم بود، یهو فضول شد، دیگه تو سری میزنن که از فلانی یاد گرفتی، تو این رس کن، از مدرسه به یاد دادن و هم نشینی با فلانی. اینا رو باید نه، این طبیعت رشدی بچه هست، با این بچه باید نرم تحملش کرد. این 8 سالگی رو باید خوب دندون رو جگر گذاشت. خب واکنش که میدی نباید واکنشی باشه که به بچه نقطه ضعف بدی. خب حتی اگر ناراحت شدی به رود نباید بیاری. خب تا نفهمه که این باعث شد که شما رو اذیت کنه یا بعداً از این اسلحه استفاده کنه برای انتقام گرفتن از شما. نه، خیلی راحت با عقلانیت، با منطق، با چون الان عقلانیتش خیلی قوی هست. خب چیزی که بگی که چرا خراب هست، چرا این کار بده، خب میپذیره. حتی اگه نپذیره میفهمه که این اشتباه بود. بعد در مرحله بعدی، در مرحله بعدی خود کودک خودش رو اصلاح میکنه. خب اما به زور نه، زور اینکه شما بهش تحمیل کنید نه دیگه، اونجاست که رد فعل نشون میده و این رو به انحال یک نقطه ضعف در شما تلقی میکنه که شما با این چیز اذیت میشی. فردا که رفت مدرسه جلوی همه این کار رو میکنه تا مدیر شما رو بخواد بیاد مدرسه، چون این میخواد که مثلا یک حرفی شما بهش زدید، یک کاری کردید، یه دعوای شما با مادرش کردید، خب میخواد که از شما انتقام بگیره. خب میدونه که چه کاری باعث اذیت کردن شما میشه، همون کار رو میره میکنه جلوی شما بکنه. خب یه سیلی میزنی، میره جلوی مردم، تو خیابون، تو مدرسه، تو کلاس این کار رو انجام میده تا شما رو از با چوب آقا معلم و با چوب مدیر بزنه. خب اینجاست که دیگه باید نه، بفهمیم که این مرحله رشد بچه است، باش همراه بشیم، تو بازی ها شریک بشیم، فضولی بدی کرد این رو با دلیل و منطق، چون الان عقلش جانب عقلانیش خیلی فعالتر هست و وجدانش خیلی رشد کرده. و اینی که بیایم خودمون رو مظلوم کنیم پیشش که شما با این کارت آبروی ما رو میبری نمیدونم فلان، نه نه، بهش بفهمونی که هر کاری میکنه، هیچ کسی تو این دنیا آبروی کسی دیگه رو نمیبره. هیچ کسی یه قاعده بذاریم جلوی روی بچه و جلوی روی خودمون اول که آقای محترم تو این دنیا، حضرت علی رضی الله عنه یک جمله بسیار زیبایی داره، میفرمایند که من تو دنیا به هیچ انسانی خوبی نکردم و به هیچ انسانی بدی هم نکردم. این احسنتم احسنتم لانفسکم، خداوند متعال میفرمایند این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسأتم فلاها، اگر خوبی کردید واسه خودتون کردید، اگه بدی کردید به خودتون کردید. پس این رو باید به بچه‌هامون یاد بدیم، نه بابا این کارو کردی آبروی خودت رو می‌بری، این کارو می‌کنید تو چشم مردم خرد می‌شیم. تو یک پسر خوبی هستی، یک پسر زرنگی هستی، یک پسر مؤدب هستی، این کارو که انجام بدی خب مردم چی خواهند گفت؟ میگن خیلی آدم بدی. البته مردم چی خواهند گفت رو زیاد که استفادهش نکنیم، بگیم که از خدا از این ناراحت می‌شیم. خدا وقتی که این کارو دوست نداشته، شما که این کارو بکنی یعنی بی‌احترامی به یک شخص و این
باعث میشه که خدا ازت ناراحت بشه. خدا که دوستت نداشته باشه پس در زندگیت موفق نمیشه. خدایی که انسان رو دوست داره، شما تو رو دوست داشته که اینقدر زیبا، اینقدر فعال، اینقدر باهوش تو رو خلق کرده، دیگه باید ارزش این نعمت ها رو باید به خدا نشون بدی که لایق این همه نعمت هست. من ارتباط بچه رو بیشتر با الله تعالی بس بکنیم تا با خودمون و جامعه اطراف، چون الله تعالی رو همیشه داره، خودمون و جامعه شاید نباشیم، جامعه عوض شد عوض میشه، ما هم نباشیم باز اخلاقش عوض میشه. و رفتاری که هم بین بچه و خدا رابطه‌ای که میذاریم رابطه محبت باشه، دوستانه. رابطه دوستی، رابطه‌ای که خداوند تو رو دوست داره، خداوند این همه نعمت ها به تو داده، خداوند تو رو اینقدر باهوش و با ذکاوت آفریده. اگر از سن 8 سالگی هم همینطور گذرا بگذاریم تا بتونیم حداقل در این برنامه بخش کودکی رو پایان برسونیم، در 9 سالگی چه نکاتی مهم هست مد نظرمون باشه؟ 9 سالگی رو بذاریم اسمشو ابتدای استقلال بچه، که بچه احساس میکنه که دیگه شخصیتش مستقل شده، برای خودش کسی هست. بچه 9 ساله؟ بچه 9 ساله دیگه شروع میکنه که دیگه نشون میده که خودش تصمیم میگیره، خودش هر کاری که دلش بخواد باید بکنه، کسی بهش تحمیل کنه قبول نداره. خب روابطش با دیگران چطوری هست این رو دیگه الان میفهمه که پدر چه جایگاهی داره، مادر چه جایگاهی داره، خواهر برادرها چه جایگاهی داره. اینجاست که میشونه که به تو چه این رو زیاد میشنویم که مثلا تویی که نباید تو این مسئله دخالت کنین، این حرف خب پدرم میتونست به من بگه. خب میدونه که رابطش با پدرش چی هست، وظیفه‌اش هر یکیش کدوم هست، با دوستان، با خانواده، پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، دایی، دوستای نزدیک، دور. خب این روابط رو تا حد بسیار زیادی الان میتونه تشخیص بده که چه کسی بزرگترش هست، چه کسی کوچکترش هست، چه کسی حق داره در این مسئله با اون حرف بزنه یا دخالت کنه، چه کسی نباید اصلا تو این مسئله دخالت میکرد، به اون چه؟ من داشتم با دوستم حرف میزدم، اون اومد حرف زد، به اون چه؟ خب چرا اومد تو کار ما دخالت کرد؟ این مسائل داره الان اصلا رشد میکنه. الان این بچه رو ما دیگه بفهمیم که آقا این داره سرکش میشه، داره حرف گوش نمیکنه، فلان، این حرفایی که تصوراتی ما داریم، نه، ما بیاییم باش همراه بشیم. اگر ما جلوش رو بگیریم، چون که الان خیلی از عادات و تقالیدی که تو خانواده ما هست، تو جمع ما هست، اون دیگه سعی میکنه که از این روتین فرار کنه. تا همه 9 ساله که داره با این میچرخه، یه چیز جدید یاد گرفته، حالا این چیز جدید رو میخواد تجربه کنه. خب اگر ما منعش کنیم، اون بیشتر حریص میشه، حریص میشه که این رو بیشتر انجام بده، خب شاید یه ضرری به خودش برسونه. اگر نه ما ولش کنیم، خب خطر تهدیدش میکنه. بله. خب نه، ما باید بهش بفهمونیم که مثلا این کاری که میخوای بکنی خب فکر خوبیه، اما این خطرات داره. خب تو باید بفهمی، حالا مثلا تو مسئول خواهر بزرگترت هستی، حالا میذاری میری با دوستت بازی میکنی، خب میل خودت برو بازی کن، اما خب اگر مشکلی برای خواهرت به وجود اومد، اگر خواهرت افتاد، خب اینجا که بهش بفهمونی که تو مسئولی، تو جلوی چند مورد چه کارهایی که میخوای انجام بدی خب اشکال نداره، اما خب این کار انجام دادی این نتیجهش میشه، این کار انجام دادی این نتیجهش میشه، این کار انجام دادی بخوای مل خودت هر کدوم میخوای انجام بدی، اما خود مسئولی. خب این رو باید بهش برسونیم که تو بله یک فرد مستقل هستی، یک شخصیت مستقل هستی، اما ما باهات همراهیم، ما با در این استقلال ما کمکت میکنیم که شخصیتش به اصطلاح هم حفظ بشه، کرامتش هم حفظ بشه، احساس احترام هم بکنه. خب احساس این بکنه که شما اون موفقیتایی که به دست میاره شما تشویقش میکنید، تو موفقیت قبولش داری. خیلی برای بچه مهمه که شما احساس کنه که جامعه اطراف اون رو قبول دارن، درکش میکنن، احترام براش قائلن، کاری که انجام میده اگر کار خوب بود تشویقش میکنن، قدردانی میکنن، این براش خیلی مهمه در این مرحله از عمر. در سن 9 سالگی. در سن 9 سالگی بعدش میریم چی؟ اگر اجازه بدید فقط سن 10 سالگی رو هم، چون وقت برنامه داره پایان میرسه، اشاره بهش بکنیم دیگه. دورقمی شد عمر دیگه، 10 سالگی سنی است که اکثر ما به خاطر داریم، یعنی از اون سن است که از 7 8 سالگی به خاطر انسان میمونه، خب جزئیاتش باز
شاید انقدر نباشه، 10 سالگی با توجه به اینکه در 9 سالگی صحبت از شخصیت هست و ابراز وجود هست و واکنش ها هست، 10 سالگی به چه مرحله میرسه اینه که اگه ما در 9 سالگی خوب رفتار کردیم، 10 سالگی یکی از بهترین مراحل زندگی بچه هست که بچه در این دوران بسیار پسر خوب، دختر خوب، آروم، حرف گوش کنی هست. ببینید حتی وقتی که میخواییم مثلا در قضیه نماز بچه رو مورد محاسبه قرار میدیم، کی هست؟ 10 سالگی. 10 سالگی. چرا؟ چون که در این مرحله بچه یک رابطه خاصی با پدر و مادرش برقرار میکنه، خیلی میخواد که محبت و دوستی اونها رو داشته باشه، نمیخواد که پدر و مادر هیچ گونه ناراحتی ازش داشته باشن. واسه همینه که وقتی شما بازخواستش میکنی برای کوتاهی، خیلی روش اثر میذاره، سنگینه براش، خیلی براش سنگینه. خب اینجاست که دیگه میخواد که بهترین باشه، میخواد که بچه دوست داشتنی باشه. در این مرحله تصمیم میگیره که با وجود تربیت مثلا پدر مادر، بچه در این مرحله به دو راه میره، یا یه پسر بسیار خوب، مطیع، فرمانبردار، با ادب، با شخصیت میشه، یا یک بچه بسیار ستیزجو، فضول و ماجراجو و مشکل ساز. این دو راهی رو کی تشخیص میده؟ این دو راهی رو تربیت پدر مادر طی سالهای گذشته و الان خب که بتونن این بچه رو خودشون، پدر مادر اینجا نقش بسیار بزرگی دارن در تعیین سرنوشت بچه، در تعیین شخصیت بچه. و خیلی مهمه اینجا واقعا، خیلی 10 سالگی سر دوراهی است دیگه، خیلی مهمه. واسه همینه که حتی اگر مثلا در نماز یک عبادتی هست که اگر در هیچ جای قرآن و حدیث نیومده که آقا اگر فلانی نماز نخون ببرید جریمش کنید، مثلا برید بازخواستش کنید، حد نماز نخوندن اینقدر شلاق هست یا فلان، این چیزی نیست، اما اینجا برای بچه هست. که این چرا؟ چون این مرحله ای از شخصیت بچه هست که نیاز هست که این مرحله رو با محبت، با قدردانی، با عشق، با علاقه، با رابطه درست، با تربیت و با 10 سال فرصت تربیتی که قبلش بود، با همه اینها این رو ما بیاییم جهت‌دهی کنیم تا یک انسان با شخصیت و با وقار و یک انسان مفید و قوی باشه در جامعه فرداش. انشاءالله جناب دکتر، نمیدونم حالا سالهای بعد رو هم شما جزء کودکی داخل میکنید یا در موضوع بعدی انشاءالله مطرح خواهد شد. سالهای بعد دیگه ابتدای بعد از 11-12 سالگی، ابتدای ما از 12 سالگی میریم داخل نوجوانی، از 11-12 سالگی همون ابتدای وارد شدن به دوره نوجوانی است که این مرحله هم بسیار مهم هست که در این مرحله خیلی از مسائلی که شروع شده بود، اون وجدان بچه کامل میشه، شناخت بچه به روابط اطرافیان و وظیفه هر یکیش مشخص میشه، شیوه دوست داشتنها و دوست گرفتنهاش در 11 سالگی مشخص میشه، در 12 سالگی آغاز نوجوانی هست و در اینجاست که بچه شخصیت خودش رو میگیره و مهمترین مشکلی که خانواده ها در 12 سالگی دارن اینه که بچه الگوی خودش رو انتخاب میکنه. خب الگویش رو بنا به ارزش هایی که براش ساخته شده بود در مرحله گذشته، که چه ارزش هایی، تربیتی که داشته، بنا به اون ارزش هایی که مال خودش هست الان تو ذهن خودش داره، نه ارزش هایی که تو ذهن پدر و مادر هست، یک شخصی رو شیفتش میشه، شیفته اخلاقش میشه، شیفته پوششش میشه، شیفته نمیدونم جستخیزش میشه، بازیگری هست، شیفته صداش میشه، شیفته نمیدونم خواننده‌ای هست، فلانی هست، هرچی هست، یعنی یک شخصیتی براش الگو میشه، سعی میکنه مثل اون بپوشه، سعی میکنه شکلشو مثل اون در بیاره. اینجاست که پدر مادرها واکنش نشون میدن، چون اون شخصیت رو دوست ندارن، ملاکش نمیبینن، اینجاست که واکنش نشون میدن که این خیلی خطرناکه. نه، باید اینجا پدر مادرها بنا به ارزش ها و عقل بچه باش را بیفتن، این کاری که شما میکنید، این فرد بسیار فرد خوبیه، معلومه تو بازیش بهترینه، خیلی خوبه ارزش بازی رو یاد بگیری، اما یادت باشه که این آدم منفی هست، مشکلاتی داره. اگر ما اومدیم زدیم طرف رو، بیشتر بچه بهش جذب میشه، جذب میشه، وابسته میشه. اومدیم نه، تا با عقلانیت نشون دادیم که این شخصی که شما میگید در این بود خاص موفق هست، در 1000 بود دیگه زندگیش ناکام هست. پس
این چیز خوب ازش میگیریم، اونا این شخصیت رو بدون اینی که بچه احساس کنه، ما اون کسی که ملاکش قرار داده اون رو خرد کردیم، بچه دنبال یک شخصیت دیگه میگرده و این باعث میشه که ما کمکش کنیم تا برسه به یک الگوی خوب. الگوی خوب که البته به این مرحله خودش بیانگر این هست که ما ضعف تربیتی داشتیم و الا بچه خود به خود یک الگوی مناسب تر از اونی که ما الان باش مشکل داریم رو انتخاب میکرد. انشاءالله که اگر همه این مراحلی که شما فرمودید رعایت بشه، دیگه خود به خود در سن 12 سالگی الگوی مناسب، شاید اصلا نیازی به راهنمایی ما هم نباشه، خودش بتونه برای خودش تعیین بکنه. دقیقاً. خیلی ممنونم جناب دکتر. یکی دو دقیقه فرصت داریم برای صحبت پایانیتون. ما در زندگیمون از بچه‌هامون چی می‌خوایم؟ ما می‌خوایم که بچه‌مون یک بچه سالم، مفید برای جامعه، یک شخصیت خوب و خوشبخت باشه. هم یکی از اسباب خوشبختی ما باشه و هم خودش در زندگیش خوشبخت باشه. خوشبختی بچه در نمیدونم اسباب بازی خریدن ها و نیازهای بچه رو برآورد کردن و هر چی دلش میخواست براش بیاریم نیست. ما میبینیم خیلی از بچه ها همه چیزی که تو زندگی دارن، تمام نعمت مادی رو دارن، دارن، اما چی در مقابل؟ نه اخلاق دارن، نه شخصیت دارن، نه آرامش ندارن، آرامش هم ندارن، خوشبخت هم نیستن، خب مشکلات هم دارن. خب ما باید روی چیزایی که کار میکنیم اینه که خود شخصیت بچه، که بچه احساس کنه که دوستش داریم، بله، احساس کنه که کاری که میکنه اطرافیان قدردانی میکنن، اون رو درکش میکنن، با موفقیتاش همراه هستن، تشویقش میکنن، برای شخصیت قائلن، برایش احترام قائلن. این مسائل رو وقتی بچه درک میکنه، خب برای خودش صاحب یک شخصیت میشه. وقتی که صاحب شخصیت شد، جلوی دیگران سقوط نمیکنه. وقتی میبینه که یکی از بچه ها مثلا ماشین داره، 10 ساله است ماشین داره، اون نمیاد خودش رو خرد ببینه که این ماشین داره من ندارم. این میبینه که این بچه ببین خودش رو ضایع کرده به چی چیزها، در حالی که من تونستم قرآن رو حفظ کنم، من تونستم میدونم نمرات خوب بگیرم، من تونستم یک تیم خوبی برای خودم درست کنم، دوستای خیلی خوبی دارم، من دارم کارهای مفید انجام میدم، من پدر و مادرم ازم راضی هم. خب این شخصیتش رو در ارزش ها میبینه، در چیزای خوب میبینه، در چیزایی میبینه که برایش شخصیت میاره، برایش جایگاه اجتماعی میاره، فردا برایش مفید هست، و اون لغزش های دیگر رو به عنوان لغزش میبینه، نه به عنوان یک چیز پرزرق و برق. این خیلی مهم است. اینجاست که دیگه در زندگیش احساس کمبود نمیکنه، کمبود شخصیتی پیدا نمیکنه، ناراحت نیست از وضع زندگیش، خیلی راحت هست در خانواده، اگر همچه خانواده فقیر باشه خوشبخته، اگر در خانواده غنی و پولداری باشه هم مغرور نیست. اینا همش نتیجه چه است؟ نتیجه تربیه، فهم درست پدر مادرها از رشد فرزند و شیوه تربیتی فرزند در هر مرحله عمری. ممنونم. برنامه بعد درباره چه موضوع صحبت خواهید کرد ان شاء الله؟ برنامه بعد شما ما رو همین جور کشوندید، آوردید به نوجوانی که مرحله بسیار حساسی هست در زندگی بچه، از 12 سال بگیر تا 20 سال که دیگه اینجا نقش خانواده بسیار کم رنگ تر هست، و بعد از 20 سال دیگه خانواده میرند استراحت، بچه شده مرد یا زن. این شده درباره نوجوانی صحبت خواهیم کرد. بزن لایت الله. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. میتونید در خلال فاصله این برنامه تا برنامه بعد نظرها، پیشنهادها و انتقادها و همچنین سوالهای خودتون رو با ما در میان بگذارید درباره موضوع تربیت فرزندان و موضوعات دیگری که در برنامه سفره دل مطرح شده در چند سالی که ما در خدمت شما خوبان و سروران بودیم. جدا در آخر برنامه هم ذکر بکنم که ما امروز متاسفانه خبر شدیم که فرزند استاد بزرگوار عبدالسلام ملایی عزیز که از سروران و اساتید و همکاران و عزیزان ما در شبکه جهانی نور هستند، در یک حادثه رانندگی از دنیا رحلت کردند و ما ضمن تسلیت به جناب استاد ملایی عزیز و خانواده محترمشون و همه بازماندگان از الله متعال برای این عزیز بهترین درجات بهشت، رحمت، بخشش و مغفرت رو خواهانی، و همچنین برای استاد ملایی عزیز و خانواده محترمشون
صبر جزیل عنایت داریم از الله متعال و همچنین برای همه گذشتگانی که از جمع ما و شما از دنیا رفتن، برای همه این عزیزان و حتی قبل از ما و شما از تاریخ امت اسلامی ما هر عزیزی که از دنیا رفته، برای همه این عزیزان رحمت، بخشش و مغفرت رو خواهانی و هم نشینی با انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین رو، و همچنین برای خودمون استقامت بر مسیر توحید تا آخرین لحظه حیات و کسب رضایت الله متعال و حسن خاتمه رو خواهانیم و این کار برای الله متعال سخت نخواهد بود. همه شما خوبان عزیزان رو به الله متعال می سپارم تا برنامه دیگر. الله یارو نگهدار شما.